سلام بچه ها، امروز اومدیم یه دونه آموزش کوست میج بهتون یاد بدم که چطوری پولیمورفتون که طرف رو گوسفند میکنه تبدیل بشه به پولیمورفی که طرف رو خوک بکنه. بچه ها، در کل بچه ها، این یه کوست لاین خیلی فان هستش، خیلی هم کوتاهه و من به شما پیشنهاد میدم که این کوست لاین رو بزنید اگه میج هستید، چون بالاخره یکی از کارهایی هستش که پلیرهای واقعی انجام میدن و شاید بلیزارد کمی فوکوسش رو شما کمتر بشه. خلاصه از این نوع کارا رو من به شما پیشنهاد میدم که حتما داخل بازی انجام بدید. مثلا با هانترتون پت عوض کنید، نمیدونم با میجتون برید کوست واترتون رو بزنید، این کوستای فان رو بزنید، با پالودینتون برید کوست مونت 100%تون رو بزنید و خیلی خیلی چیزای دیگه. در مرحله اول بچه‌ها باید بیان داخل مپ آشارا، همین جایی که من دارم به شما نشون میدم. در جلوتر به شما میگم که چطوری باید بیایید بالای کوه و وقتی که وارد این ساختمون میشید یک کوستی رو باید بگیرید به نام وارلود کرلیان. این کوست بچه ها دوتاست، یعنی که الان این به شما میگه که باید برید یه نفر رو بکشید. خب وقتی که اون رو کشتید میاد کوست تحویل میدید و کوست آخر رو میگیرید، یعنی در جمع دو تا کوست. خیلی هم زود تموم میشه بچه‌ها. تو این قسمت از مپ میاید که با این آقا بگیرید صحبت کنید، وقتی که باهاش صحبت میکنه شما رو میفرسته پایین بچه‌ها و همینطور که میدونید دوباره یه آقا دیگه همینجا هستش، الان داخل مپ دارید میبینید، با این دوباره صحبت کنید دوباره شما میفرسته بالا. یعنی با این دوتا آدم باید صحبت کنید که اگه میخواید برید بالا با پایینی صحبت کنید، اگه میخواید بیاد پایین با بالایی صحبت کنید که شما بفرسته پایین. خلاصه این دوتا شما رو تلپورت میکنن، یک دفعه دو ساعت نچرخید که کوه نوردی کنید. اگه از این نوع ویدیو بیشتر دوست دارید براتون حتما خیلی بیشتر میذارم، مخصوصا کوست واتر میج داخل کلاسیگرا فقط به در کلاسیگرا میخوره. ولی خب این کوست و که پولیمورفتون تبدیل به قول معروف پیگ میشه و شما اون طرف رو به جای اینکه گوسفند کنید خوکش میکنید، شاید داخل لیچکینگ و اینا هم جواب بده، حالا شاید هم مثلا داخل ریتیل هم جواب بده، من نمیدونم، یه تست بگیرین. ولی خب من اینو داخل کلاسیک رو انجام دادم فعلا و این آقا رو میکشید، ازش یه چیزی لوت میکنید و میبرید همونجا دوباره به این طرف تحویل میدید. وقتی بهش تحویل میدید دقیقا یه کوستی به شما میده. به راحتی بچه ها میاید همونجایی که اون یه نفر رو کشتید، خب اون یه نفر رو کشتید، اولین کوست میرید رفتید تحویل دادید و بعدی کوستی گرفتید، بعد بیاید همونجا. خب اونجا که اومدید این همه ناگوسایرونا رو داریم میبینین، خب اینا رو میگیرین پولیمورف میکنین، یه چند ثانیه وای میسید، وقتی که خوک شدن یه ارکن اکسولوژی میزنید. نکنین خوک شدن، من یه ارکن اکسولوژی زدم. در اصل وقتی که خوک میشن یه چی مثلا یه شیپای کوچولو کوچولو از کنارشون رد میشه، اگه دقت کنید شما اونا رو باید بگیرید بکشید بچه‌ها. نکنی من اینجا الان دیر اریکن اکسپلوژن زدم نتونستم درست رو بگیرم، نکنی الان یکم تارگت کردم غیب شد و همینطوری باید ادامه بدین تا اینکه 50 تا از اینا بکشید. خیلی هم زود تمام میشه. من اینجا ویدیو رو کات میزنم. این هم از 50-50 بچه ها. حالا باید بریم به سمت اینکه کوست رو تحویل بدیم و من بهتون نشون بدم که چقدر باحال خوک میشن.
فقط اگه این ویدیو به دردتون خورد حتما این ویدیو رو لایک کنید، ازتون ممنون میشم. اگه دوست داشتید چنل منو سابسکرایب کنید، خیلی میتونه بهم کمک کنه، دمتون گرم. و بعد اینجا این مپ دوباره همونطور که گفتم با تلپورتر دوباره استفاده کنید و می تلپورتر میزنید میرید بالا، دوباره هم میخواید بیاید پایین، حالا میتونید با آیس بلاک بیاد پایین، با سیف فال بیاد پایین، یا از همین تلپورتر دوباره بیاد پایین و برید بالای تاوره دوباره و این رو تعمیر بدید. وقتی که اینو تحویل میدید بالاخره اون پولیمورف رو میگیرید، همینطور که میبینید یه چی به ما داد که لرن کنیم و الان میام بهتون نشون میدم که حالا چطوری بیارید تو اسپل بوکتون و چطوری ازش استفاده کنید. بعد به قسمت ارکینتون، چون پولیمورف این چیز داخل ارکین هستن و براتی میبینید این پولیمورفو، من میذارم داخل اکشن بارم. و چیز جالب اینه که هم میتونید چیپ کنید هم میتونید خوب کنید. بعد بعضی وقتا به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که مثلا یکی داخل گروپت میاد شیپ میکنه، گوسفند میکنه، تو وقتی که خوک میکنی همه میدونن این پولیمورفی که شده مثلا از طرف توه، بخود اینکه تو فقط خوک داری و خیلی از میجا اصلی نمیکنن همینو بزنن. میجی که 100% اینو میزنه بدون که واقعا یه چی بارشه، اینو حتما یاد باشه. واسه همین میگم که خودت هم بیا این کوست رو بزن، چون کوستی نیست که همه کس بدونه، موقع خیلی بهتر میشه تو اینکه بیا این کوست رو بزنید و یه پلیگری واسه خودت بشی دیگه. نکنی چقدر باحالم بود دیگه، بهتون نشون دادم که چطوری خوک میشه. خلاصه این بود از این ویدیو امروز بچه‌ها، مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید، امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. اگه از این سبک ویدیو بیشتر دوست داشتید منم از اینا براتون بیشتر میسازم و فعلا ویدیوهای آینده رو میخوام به این نسبت بدم که کاتاکلیست چه تغییراتی قراره بکنه، زیگو رو بهتون یاد بدم، تیسان رو بهتون یاد بدم و حالا کلی ایده‌های دیگه دارم. ولی اگه شما سوال دیگه‌ای دارید داخل کامنت ها حتما از من بپرسید، شاید من برای اونا ویدیو بسازم و 100% به کامنتتون جواب میدم اگه سوال کوتاه باشه. و مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید، تا ویدیوی بعدی، فعلا بچه‌ها.